به نظر میرسه که پاسدار سلامی قصد نداره که دست از اختراعات برداره و بعد از اختراع کرونا یاب از پا ننشسته و به اختراعات خودش ادامه میده. در جدیدترین سریال این اختراعات از تیربار موشکی رو نمایی کرده. به محض رونمایی نظام از تیربار موشکی یک نگرانی عظیمی شرکت‌های هوایی رو در بر گرفته که قبلا که دونه دونه موشک می‌زدند هواپیماهای مسافربری رو هدف قرار می‌دادند، الان که رگبار می‌زنند چند هواپیما رو ساقط خواهند کرد. رونمایی تیربار موشکی موضوع گفتگو نگاه متفاوت امروز تیک تاک است که توجه شما رو به اون جلب می‌کنه. سلام عرض بکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز برنامه تیک تاک. در هفته‌های گذشته پاسدار سلامی به صحنه اومد و از یک سلاح جدید به نام تیربار موشکی رونمایی کرد. کلی هم از این سلاح تعریف و تمجید کرد. ما قصد داریم در نگاه متفاوت این بار به همین موضوع پردازیم، اما قبلش تصاویری رو با هم ببینیم از تلویزیون رژیم آخوندی در رابطه با همین سلاح جدید. بعد همراه با بابک رهنورد در خدمت شما خواهیم بود. واگن‌های حامل موشک‌های دوربرد بالستیک که می‌تواند شرایط شلیک رگباری و پیوسته را ایجاد کند، ابتکاری جدید است و در دنیا مشابه ندارد. از امروز همه شهرهای موشکی در جغرافیای پهناور ایران اسلامی مجهز به تیربار موشکی است و این یعنی اگر دشمنان این آب و خاک فکر خطایی به سرشان بزند، با رگبار موشک‌های بالستیک سپاه مجال تحرک و تنفس از اونها گرفته خواهد شد. بله، این هم از تیربار موشکی که به صورت رگباری اهداف و مورد خطای انسانی قرار میده. یه دونه اون دفعه حاجی زاده گفت از زیر زمین میزدن، این هم تیرباره دیگه، هیچ موجودی نمیتونه. آره دیگه، بعد فضا میره و میزنی زمین، هوا میره. حالا سوال اینه که داستان رونمایی از این سلاح‌های عجیب و غریب چیه؟ آرونم توسط سلامی که هر از گاهی میاد و یه چیزی، یه فیلی هوا میکنه. ببینید، مسئولیت یک سلامی رو نمایی از این چیزهای عجیب و غریب و عجیب الخلقه است. از کرونا یاب و بله، از سلامی تو رژیم مثل چوپان دروغوه، منتها یه فرقی با اون چوپان دروغوه اصلی داره. اون حداقل یه بار راست گفت، این یه بارم تا حالا راست نگفته. این پاسدار بیمغز هنوز زیر ضرب رفقای خودشه سر اون داستان کرونا کش و کرونا یاب. اول کرونا یاب، بعد کرونا کش، دو قطبی رو نشون داد و اسمش گذاشته بودن مستوان. هنوز بهش تیکه میندازن که آقا 50 روز گذشت کرونا هنوز ویروس نکشتی، 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، 4 ماه ویروس هم خشاب گذاری میکنی، خشاب گذاری میکردی. بعد یاد باشه یک چیز جالبی هم گفته بود، خیلی موثق گفته بود که به همه کشورها میدیم الا آمریکا. گفته بود این رو به همه میدیم. یعنی یه آدم اینجوری، این اصلا کاری نداره موضوع چیه، یه متن بهش میدن بره معرکه رو بگردونه، تذیه بخونه. ببینید تو رژیم یک سری اعمال هست سیستماتیک انجام میشه، محتوا نداره، خود شکل مهمه. یه بخش نظامیش که مسئولش همین حاجی زاده و همین سلامی اینا هستن که میان هر از گاهی یه کاری میکنن. اون دفعه حاجی زاده گفت از زیر زمین میزنیم، این گفت تیربار میزنیم، حالا دفعه بعد چیز دیگه جور میکنن. یه بخشش هم اقتصادیه که بالا روحانیه، اونم پنجشنبه افتتاح داره، میره افتتاح میکنه، نمیدونم آب خلیج فارس میبره شمال، آب شمال میاره پایین، از یزد و آبش به کرمان وصل میکنه. در حرف اینها هیچ کدوم به اصطلاح پشتش محتوای نه، اصل داستان همون شکله. حالا هدف چی از این افتتاح ها و رونمایی ها؟ قبلش بیام این افتتاحات و اکتشافات اختراعات شبیه، اگه این معرکه گیرها دیده بودی، مارگیرا میمدن یه جعبه کوچولو داشتن، یک ساعت میگفتن یه خدنگی توش اجدای هفسه رو میکشه، اگه بیاد بیرون همتون رو میخوره فلان، همه وای میسودن ببینن ته خط از اون جعبه چی میاد بیرون. باز میگن یه مارمولکه، بعد میبینن وقتشون تلف شده. حالا اونجا یه مارمولکی بود تو جعبه روحانی و سلامی، همون مارمولک هم پیدا نمیشه. حالا همین چرا با توجه به این که وقتی که دروغشون در میاد در فاصله کوتاهی به قول شما مشخص میشه که تو اون مارمولک هست یا نیست، باز هم این به این خط ادامه میده، باز هم دوباره یه تا زمانی میگذره یه چیز جدید رو نمایی میکنه؟ این برمیگرده به شرایط رژیم. ببینید رژیم زیر ضربه است، رژیم از یک سرفصلی عبور کرده،
و خودش میدونه رو به سقوطه. برای همین باید هر روز یه اکت، یک فعالیتی از خودش نشون بده که هست. بعضی موقع این فعالیت‌ها رو میاد تو جامعه نشون میده، نمیدونم قرارگاه رو میندازه، مبارزه میکنه، نمیدونم با اراذل و باش و گرانفروشی اینا، که جوابش رو مردم میذارن کوی کاسهش و برمیگه عقب نشینی میکنه. برای همین میاد یه چیز بی‌خطرتر و بی‌خرج‌تری که تو دایره خودشه، برای همین شروع میکنه با به اصطلاح به رونمایی از این اختراعات اقتدار نمایی و بگه که ببین ما هنوز اقتدار داریم، ما هنوز هستیم، موشک درست میکنیم تیربار، اونم نه یه دونه موشک، تیربار زن. بعضا هم میدونیم از این جمله زیاد دارن، بعد اینکه نشون بدن اقتدار دارن. یادتون هست که روحانی میگفت من نظرسنجی کردم که همه مردم ایران از حکومت راضیان. گفتن چجوری نظرسنجی کردی؟ گفت صبح که میومدم نگاه میکردم به قیافه مردم. یعنی اونقدر کفگیری به تعدیق میخوره، در نظامی مجبور میشن یا آهن قرازه بیارن نشون بدن، در سیاسی هم همچین ادعاهایی که آخوند روحانی میکنه. یعنی ترس از این که تو عصر ارتباطات این دروغ‌ها افشا بشه و آبروی نداشتشون بریزه ندارن. ببین سر آبروی اینا که اصلا مشکلی ندارن، چون دیگه اصلا چیزی ندارن که بریزه. یعنی سر این موضوع صفر صفرن. از قضا چون در این زمینه‌ها چیزی برای از دست دادن ندارن، خیلی پرگاز این افتتاحات و اکتشافات و اختراعات انجام میدن. در زمینه صنایع نظامی اینا میرن از کشورهای مثل کره شمالی و چین موشک میخرن، رنگش رو عوض میکنن، یه ذره سایتش رو صافکاری میکنن، یه چیزی اضافه میکنن، یه چیزی کم میکنن و میگن اینو ما اختراع کردیم. و کارشون کپی کاریه، همه دنیا میدونن. بهشون بگی آقا مثلا تو این همه جنس ساختی، کجا مانو انجام دادی، کجا نشون دادی، کجا اینو به بازار عرضه کردی، تولید انبوهت کو، اینا خبری نیست. همیشه یه سلامی توی دخمه یه جایی یه چیزی اختراعاتو نشون میده و تمام میشه میده. در زمینه اقتصادی واقعا فضاحت بالاتره. ببینید در این داستان بورس، همین شعبده بورس که آخوند روحانی رو انداخت، اینا اومدن سهام 11 تا پتروشیمی رو گذاشتن تو بورس. حالا این پتروشیمی ها پتروشیمی هایی بود که در این افتتاحات افتتاح شده بود. بعد مشخص شد که 11 تا از اینها فقط یه دونه علامت داره، نوشته اینجا قرار است مجتمع پتروشیمی افتتاح شود در این حد، و تازه داشتن سهام اونو میفروختن. تو این رژیم هم که کسی پاسخگو نیست که بیاد بپرسن آقا چی شد اون کلنگایی که زدی، بالاخره فقط زدی تموم شد، کسی از این کارها نمیکنه. اصلا این رژیم مثلا دستکاش برای ساخت و ساز نیست که، من کسی تو این رژیم اومده برای ساخت و ساز، این رژیم اومده است به هر بهایی خودش رو یه روز بیشتر تحمیل کنه به جامعه ایران. و کسی هم تو این تا موقعی هم که هست نه کسی ازش سوال میکنه این حرفا درسته غلطه، چون پیش‌فرض اینه که همیشه غلطه. کارایش هم این حرفا برای نیروهای خودشه. ببینید حالا بوده زمانی که همین پروپاگاندای دروغ و همین با همه هزینه‌هایی که برای رژیم داره مثلا مشکلی از رژیم حل کرده باشه، مثلا شما بگی به اندازه اینقدر واحد این مسئله حل کرده از رژیم؟ برای همون قد واحد مسئله حل کرده، برای نیروهای خودش. ببینید نیروهای رژیم نوعاً آدم‌های کم عقل، نیروهایی که کف خیابون داره، حتی نیروهای بالاشون هم کم عقلن ولی یه مدار پیچیده‌تر از پایینی ها. اینها بنده تعادل قوان، اینها که مثلا یک رابطه عقیده‌ای با خامنه‌ای ندارن که مثلا اینو مقام عظما بدونن، آقا بدونن. تا موقعی که خامنه‌ای پول میده هست، اینا هم هستن. به معنی که این تعادل قوا به هم بخوره اونا هم نیستن. برای همین برای اینکه این نیروها بمانن ناچار چنین شوهایی را بندازه. نمیدونم جنگنده قادر درست کنه، سائر درست کنه، طائر درست کنه، همون بسیجیایی که سلامه میگفت کف پاتون رو میبوسن، بله. یه وقت نریزین، بله. مجبور اینا رو اونا رو یه بار باید کف پاشونو ببوسه، یه بارم باید بیاد الکی موشک درست کنه، تیربار درست کنه، از زیر زمین بزنه، از روی هوا بزنه تا نریزن. اما در مورد مردم ایران، ببینید مردم ایران یک خط سرخی کشیده شده، آخرش در همین پارسال 1500 شهید. بگذاریم که مردم ایران که این 1500 شهید آخرین شهدا نبوده، که در سال 60 اون اعدام های شبیه 300-400 تا، سال 67 قتل عام و انواع قیام ها و کشتارهایی که رژیم کرد. این مردم که مرعوب 4 تا ترقه بازی و 4 تا بشکه های سر هم داد جوش داده سلامی نمیشن، و اصلا تیربار و موشکی چه کار میاد با جامعه آسی؟ مگه میشه جامعه رو با تیربار و موشکی زد؟ جامعه رو یا باید خودتون رو تسلیم کنید بشینید کنار، حاکمیت مردم برگردونید، یا مردم براتون میگردونن و حاکمیت خودشونو میارن. نه. و این طور رهات گفتید در حد همون تبلیغات داخلی رژیم بر نیروهای خودش مصرف داره. کسی نه تنها مردم ایران،
ناظران بین المللی متخصص این کارها هم اینها رو به پشیزی ارزش قائل است. بله متشکرم. بینندگان عزیز، گفتگویی داشتیم در بخش نگاه متفاوت در رابطه با آخرین تشبثات رژیم آخوندی و سپاه پاسداران تحت عنوان تیربارهای موشکی که بهش پرداختیم. متشکرم که با ما همراه بودید. تا یک برنامه دیگه و یک نگاه متفاوت دیگه، خدا نگهدار همه شما. هموطنان گرامی، با تشکر از همراهی شما در برنامه تیک تاک، تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار شما.